آلبوم جدید شما بپردازیم، دمی با دوست. این پروژه چگونه آغاز شد؟ چه حال هوایی داره؟ چطور اون رو واسه بیننده ها توصیف میکنید؟ خب هر چیزی نطفش توی ذهن بسته میشه، اونجا شکل میگیره. من 20 ساله که موسیقی کار میکنم الان، 20 ساله که تحقیق و تمرین و زمانی به یه جایی میرسی که میبینی حرفی برای گفتن داری، و اون موقع بود که خب به فکری افتادم که آلبومی رو منتشر بکنم. شانسی رو که آوردم این هستش که جناب آقای سعید فرج‌پوری مدت 3-4 سال هستش که توی ونکوور ساکن هستن، و من سعادت اینو داشتم که از نزدیک با ایشون آشنا بشم. با کارهایشون خب آشنا بودم از قبل. ایشون یکی از آهنگسازای بسیار مطرح و تاثیرگذار هستن بر روی موسیقی سنتی و از مفاخر موسیقی ما هستن. با ایشون در مورد افکارم صحبت کردم، در میون گذاشتم فکرمو، و خب ایشون خیلی همراهی کردن، بسیار منو تو این قضیه یاری کردن که اگر بدون یاری ایشون بود من فکر نمی‌کردم میتونستم چنین آلبومی رو با چنین ویژگی‌هایی بدم. این آلبوم از 5 تصنیف و 3 قطعه آوازی تشکیل شده. 2 تا از تصانیفش از ساخته‌های آقای فرج‌پوری هستن به نام‌های دمی با دوست که اسم آلبوم رو هم از اون گرفتیم، و سرگشته. 3 تصنیف دیگه‌اش بازخونی شده از تصانیف قدیمی هستش، منتها با فرم و اجرای جدید هستش، ملودی‌هایی بهش اضافه شده، و تنظیمش البته به عهده آقای سعید فرج‌پوری بودن. از اونجایی که ایشون آنچنان را آنچنان تر میکردن، این تصانیف زیبا بودن، منتها زیباتر و دلچسب تر شدن. اما درباره ویژگی های اشعار توضیح بدید. قطعاتی که در این آلبوم استفاده کردید بر چه اساسی انتخاب شدن؟ چرا به سراغ اونها رفتید؟ ببینید، کار هر هنرمندی حکم لباسی هستش که اون هنرمند به تنش هستش. در واقع باید هویتش رو درش منعکس بکنه، باید حاوی پیام این باشه. اصلا موسیقی یک زبانه، زبانی که یک هنرمند ازش بهره میگیره تا بتونه از اون دغدغه‌های فکریش حرف بزنه. این آلبوم یک آلبومی هستش که کاملا عاشقانه است، از عشق حرف زده شده. البته عشق منظورم اون وجه اصیل اون هستش، همونی که مولانا و حافظ ازش حرف میزنند که مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفل بود. همون عشقی که مولانا ازش به عنوان طبیب علت ها نام میبره که درمانگر خودخواهی ها هستش. و چه بسا اگر امروز باشه این عشقی تو جامعهمون داشتیم، این همه مشکلات و ناهنجاری هایی که باش درگیر هستیم نبودن. مقوله گم شده که الان باش روبرو هستیم. اشعاری که انتخاب کردم سعی کردم اشعاری باشه که پیامشون همون پیام عاشقانه باشه. ملودی ها رو ملودی هایی هستش که حس و حال عاشقانه داشته باشه. تا چه میزان در خلق اون به نوآوری توجه کردید؟ منظورم استفاده از اشعار، موسیقی یا حتی فراز و فرودهای صدا و نکات ظریف دیگه هست. چقدر این موضوع براتون مهمه، یعنی استفاده از نوآوری در خلق این آلبوم؟ حقیقتش من اصلا به نه به نوآوری فکر کردم. من در واقع سعی کردم که سبک داشته باشم که متعلق به خودم باشه. این کار کاری هستش که از دل من بیرون اومده، و من از تمام تکنیک و دانشی که داشتم سعی کردم استفاده کنم که اون حس و حالی رو که دارم در کارم منعکس بکنم. بله، این کار داره فراز و نشیب زیادی هستش. به قسمت‌های بمخونی خیلی توجه کردم، منتها همه اونها به همون یک دلیل هستش، اینه که بتونم پیام و حس و حالم رو منتقل بکنم، بتونم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم. همین. منتها در مورد نوآوری، اینه که خب نوآوری اول که یه چیزی نیستش که غیر ممکن باشه، و یه چیز امروزی هم نیستش. ببینید، موسیقی سنتی از تدوین موسیقی سنتی به شکل امروزیش حدود 150 سال میگذره، و ما از همون دو سه دهه اول میبینیم هنرمندانی هستن که به فکر نوآوری هستن و آثاری خلق میکنن که جاودانه میشن، مثل درویش خان، مثل وزیری، روح الله خالقی، صبا. اینها افرادی هستن که در واقع این زمان آغاز نوآوری بودش.
نوآوری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. منتها چیزی که مهمه اینه که در موسیقی سنتی ما سعی کنیم که اون محتوای موسیقی رو حفظ کنیم. یعنی در واقع موسیقی سنتی یعنی چی؟ موسیقی هستش که کاملا وابسته به ردیف دستگاهی هستش. ملودی‌هایی رو که داریم ما اون ملودی‌ها رو سعی کنیم اصالت موسیقی سنتی رو درش حفظ کنیم. منتها در فرم اجرا جوری باشه که بازتاب عینی از موسیقی سنتی نباشه. حالا میتونه در تغییر ریتم باشه، از ریتم های غربی استفاده کنیم، یا اینکه سازبندی متفاوت باشه، یا اینکه تکنیک های آوازخوانی میتونه مثلا تکنیک هایی باشه که طرفی از موسیقی ایرانی و غیر ایرانی باشه. اون چیزی که خردمندانه هست اینه که ما به جوهره موسیقی توجه کنیم و در فرم و شکل اجرای اون دست هنرمند رو باز بذاریم. با سپاس از ساحره فلاحتی که در لس آنجلس مهمون من بود و در این گفتگو شرکت کرد. شما میتونید نسخه کامل این گفتگو رو در صفحه فیسبوک شباهنگ تماشا کنید، همین صفحه‌ای که زیرنویس شده. نسخه کامل طولانی تره و مطالب متنوع بیشتری رو در بر میگیره. این قسمت رو با پخش موزیک ویدیوی از طاهره فلاحتی به پایان میرسونیم. دمی با دوست، امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.
که با یوسف به زندانم که با یوسف به زندانم شب و روح سمی نالم اگر دردم نهان مانم به گوش هر که در آلم رسید آواز پنهانم شب و روح سمی نالم اگر دردم نهان مانم به گوش هر که در آلم رسید از اینکه تا این هنگام با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. از برای بچه های خوب شباهنگم تشکر میکنم که منو در تهیه این برنامه یاری کردن. امیدوارم لحظات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. دوستان عزیز، روز و شبتون بخیر.